پایه شهر. سلام، خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه، صبح بخیر، روز خوش آرزو میکنیم. جور صحتمند، سرحال، در فضای امن و امنیت زندگی و جیبایتان هم پر، کارایتان هم برقرار باد. جناب دانش آزه ماندن و ایش صبح بخیر. یک سلام خدمت تمام کسایی که دوباره با ما پیوستن و امیل لحظه هستن. امید است که امروز که جناب وزیر صاحبم شاید لایف شوه از طریق موبایل یا دیگه و دیگه، جناب وزیر صاحب وعده کرده شما پیامایتان بگذارین با 4-5-6 و زمانی که اونا رخ شدن کلش جواب میگن، خصوصا مشکلات پلیس دارن، مشکلات پلیس، نان پلیس، موتر پلیس، ماش پلیس، موترهای پلیس دیده بروز کاغل بیکنن، دیده نه؟ گوساله را هم داشت می بردن، گوساله و مچم که چی و چی و چی و چی. خب رای شیشسی ها که مچمی که بی دیسپلینی در شهر و بازار، کلش از جمله سوالات است که امروز مطرح میشه. و وزیر معرف همون فقط نفر نظر با شکایت شما ایزان که هر شنبه و هر روز شکایت داشتین که مکتب های ترس و ترس، بالاخره گب به گوش رئیس جمهور رسید و از آقای مرتضوی سپاسگزار هستیم که مشکلات مردم را به گوش رئیس جمهور میرسانه و نفر منفک میکنه. خدا کنه تنها هم یک گپ بوده باشه. دیگه چی گپ میباشه دیگه؟ معلم خیالی داری و ماش خیالی داری و مکتب خیالی داری و دیگه از این که فساد گسترده در کجا موجود است؟ این خازی دوره است یا از دوره؟ از اونجا که میراث مانده، او گذشتهاش چی شد وزیرا؟ اونمو تاله میراث مانده. نه او کجا از وزیر؟ باز وزیر شدن؟ کدام وزیر دیگه؟ والا میخواین که شوان خیزک و جستک زیاد داره. در قندارم بعد از یک جنگ که پریش او شده بود 23 پلیس شهید شده. در کجا؟ در قندار. کابل هم خونه امنیتش هم میبینین بخیر، بسیار خوب شده، بسیار خوب شده، جزادوزی نیست، اختطاف نیست، موتر شیشه شاخه ای دیده نمیشه. پولیس های بهم تو تیار پاچه بلند و پاچه پایین و می کشال و مین و کمر دبل و شکم بغند و شکم پغند، شکم بغند. او یک آنم دیدن روز دیدیم پیش می رفت یک 5-6 تا اما تو بادیگارده هست پشتش، ای آدم تو نخره که نمی رفت. والا اگه من دمی زندگی کو که یک رقم کوک است به نام کوک چی میگن؟ زری، کوک زری بیاده بالینه اونه خواندن شو بیاد گرفتی سر زانویم اونه مده یک چیزی بود. بودیگاردار مسئله شو پرسان میکنیم، یونیفرم که قرار است به بودیگاردار داده شود از او هم پرسان خواد کردیم، طرح که برای جمهور رفته او چی طرح هست؟ ای که گفتن که هر چی گفت قماندان سبب نیه؟ نازدانه گفتر نازدانه که خودشان خدا نازدانه ساختن و مقدار بادیگاردهایشان گپشان به 30 نفر و سلاحایشان هم گپشان تا 10 شکه میرسه و آر پی جی والا رخبان کالا آر پی جی میگردانن که خدا آر پی جی رخ میفهمی با اصطلاح مردم هم راکت سرشانه ای از او هم میگردانن که خدا مگه آر پی جی کنم چیزیست که در پاچه بند میشه کجای پاچه داشت؟ پیچی پیچی. خب وقفه میگیریم، پس از وقفه میگیریم باز تلفن شما رو میگیریم 4-5-6-1-6-1-5. آیا میخواهید اجناس را که ضرورت ندارید بفروشید؟ پس دیوارش کنه. دیوار وبسایت مکمل خرید و فروش، همین حالا به صفحه دیوار.اف مراجعه کرده و خرید و فروش را آغاز کنید. دیوار، پل مطمئن بین خریدار و فروشنده. از تازه ترین نرخ تبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی آگاه شوید. با 456 زنگ بزنید و 112 را دایل کنید. صفایی شهر. صبح آرمان است. تشکر از همه شما که با ما همراه هستین. 0777-981-981-0799-2222-29 شماره تلفن ماست. از وزیر داخله اگه بخواین سوال کنین چی سوال دارین؟
456-1615 فعال است، اونجا میتونین پیام بانین. ما امروز کوشش میکنیم با وزیر صاحب داخله وصل شویم از طریق تلفن، یا هی که اگر بتونین دعوتشان کنیم به استودیو بیاین. تشکر کرده میریم، امرایشون گپ هم زدیم، پیام های شما رو برشان میرسانیم. شما اگر پلیس هستین، شما اگر مردم عام هستین، سوال دارین بفرمایین، با 456-1615 زنگ بزنین، پیام بانین، باز ما او را از جناب وزیر سپرسان کنیم. شماره تلفن ما 0777-981-981-0799-2222-229 زنگ بزنین. ما امروز تنها مسائل امنیتی رو میگیریم و مشکلاتتون رو بگوین که ما با مقامات شریک بسازیم. با ما که به تماس شدین لطفا صدای رادیویتون رو کم کنین. بله، سلام علیکم، آرمان فم، صبح بخیر. بله صبح بخیر. بله صبح شما بخیر، خوب هستین؟ انشاءالله ساعتتون خوب است. تشکر، بخیر، سلامت باشین. رادی آرمان هست. مهربانی، بله آسف بفرمایید. بخیر باشین. میخوایم پشت پرده امرتان گپ بزنم. پشت پرده گپ بزنم. سیما جان پشت پرده. سیما جان وخلا. تلفن با وخلا. مهربانی قربان دستم. السلام علیکم، صبح بخیر. بله صبح، سلام علیکم، صبح شما بخیر، بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. روز بخیر. خوب بخیر جمعیور؟ بخیر باشی. شکر فعل خدا. ما یک شکایت داشتیم از کماندان یعنی ولایت غزنی. بفرمایید. دو برادره که در این طرف تر کماندان یعنی با خود برخورد کرده بودن، رفتیم شکایت کردیم که بودن این بار دو برادر میشن که دبایین خود از بین بار نکرین خدا. خب. ولی ما که این چیز شما بله نو عریضه کنین، عریضه در پیسولانی ببارین، از سلانی در پسعوزه ببارین، از عوضه در پیمانانی جای ببارین، تا که مرا تا اون مسئله که تایی تایی شد این دفعه بوده موده که ما حامل سری عوضه دو موده که ما والا پولیس های موده شلگر رفته خوش ما وقت نداریم که هیتا نداریم هیتا دست بشکلات هاست. نفرم خودش شیشهی و پودهی در گلگی هم تا برخوردار ناخ ناخ مکنه. موضوعتان یاد داشت. موضوعتان میرسانیم. 0777 981 981 0777 یک سلسله دارم انتا خویت را از دانشیار سب در بسیاری حالتا به نظر ما مثلا این که یک نفر کشته تا که پروسه را تایی کنی نفر هم اونم که پروسه دور را تایی میکنم اگر ایزا دیگه اون اول بگیرن باز داشت چاو یعنی باز با دست ببینن چیست که سر یک کسی ادعاست دیگه پروسه قانونی شما متاسفانه نمیفهمم. مسئله که در هر حوزه که اونم قسم میشه باید به حوزه برن نه به قماندانی. اول به حوزه برن. راست هم به حوزه برن که. برای امو عامر حوزه عریضه خدا پیش کنن باز عامر حوزه گرفتاری میکنن. بله سلام علیکم آرمان فم، صبح بخیر. بله. سلام، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر، صبح کسایی که صدای ما رو بشنوه بخیر. بخیر باشه. من یک چیز اگر امیدن یادداشت کنی به حالیش بگوی کمی ریاست امنیت که از سیستم ترفیهاتشان به اساس مثلا 4 سال بعد یا 5 سال بعد میاره که داره او تکمیل شده بازم او ترفیه از او میایه اما تو خودش اعتماد بره بدون از اینکه یک سر منصب بده پیش از این پیش از او زور کنه به او پیسه به تک ترفیه مراجعه کنه اگر نه ترفیه رق خانی یک منصب دارد اینه میره دوازه اگر بوی که دمیه اگر تغییرات آورده مثلا گال یک تیاد کسایی کجا میشناسم مثلا بچه های خود در 6 سال در گروال میشه با یک تیاد کسایی که در 15 سال دونمی ها اگر با میمانه اینه میره اگر پرسان بکنی که اینه میره کنم تغییر داده مثلا با موعیتو حال اگر بری مثلا در وزاد داخله بگویی که مثلا من ترفه میکنم میگه برو بر بس پیدا کو مثلا بس یک منافع دست شد تلفنایشون قطع شد. این گپ بسیار خوب است، شکایت ها عزیز یادم آمده. این همراه جناب وزیر صاحب پرسان میکنیم که خود نفر چطور برای یه طرفی برای خود بست پیدا کنه و اینجا بست از مرد اینجا تبدیل کن. این مسئله چیز همون پیجنتون شان است. بله در اونمو پیجنتون بله وزارت داخله جای داره با نام پیجنتون. بله سلام علیکم آرمان فم، صبح بخیر. بله سلام علیکم، صبح خوب است انشاءالله ساعتتون خوب است، بفرمایین. سلامت باشین، اقوان هستم از خلای فتلای خازم. اقوال جان مهربانی سب میشه صدای نشر میشه بطرم؟ بله سب بله بله مستقیم نشر میشه، بله بفرمایین. جناب ما سرک دوی قلعه فتلاز نجی میکنیم مدت تقریبا
شش ماه شکل که خلای فتلاف یکی دشت کربلا جور شده قتل، دوزی، متبدیزی، چپال صادق نصره که بید که پوسته بود از غند کمربند یکی به شرایی شهید بود در فاصله صد متری خانه جناب وزیر سر داخله تقریبا پنج شنبه یکی از دوستای ما بچه نیزه حسن اختاف کرن بله. بچه یک نرف و را به شهادت رساندن بچهش مان و پاپای تجارت بچه از امو تجار بود بچه انجینیر جلیل عریف هست بله دیگه آخر آل ساید یک تکا وشد زده شدم دو پوسته که بود فقط این بچه که هم که شهید کردن در نجای این پوسته در نجم پا اول چی فکر میکنه امی کمرسی عمر عوضه و مناطق هست یا چطور گپ هست جناب تقریبا این مدت شش ماه میشه یک دسته گروه اختصاصگر و چپاولگر بگه خود قلعه فتلا جای بجای شده خب ولی کامرای بلند که هستن همی چی بدرد میخوره این خب باید پیدا کنه همی دوزاره این خب باید تحقیق کنه که این موتر کجا رفت هم بچه که شهید کردن موترشان بودن تا امروز موترشان معلوم نشد اونا خودشان به شهادت رساندن دیگه همی در فاصله صد متری خانه جناب وزیر صاحب همین پوستو که به کمال از اینجا جمع کردن ورداشتن یک پوستو در تایمانی هست بعد خلاص دیگه که آخر تایمان در آخر بلوکای تایمان کاروان دیگه متابقین یکی دو سه تا پوسته که بوده میشه قلعه فتلاح میره ورداشت حالا دوزا از اینی استفاده میکنه فقط اختطاف میکنه و میبره مردم همی یک چار سرمایه دار کرد همی قلعه فتلاح همیجا زندگی میکنن اینه میگیره دیخی حال میدان چپاول، میدان دوزی، میدان اختصاص جور شده دیگه همیت از این خدا خلق تحمیل کنن یک چند دانه کامبرس کریتیز در چند کوچه باید کشنن همیره کنترول کنن که این دوزا کجا میبرن این مرده من ده بخیر باشین برسان میکنه میره مسئله اختطاف در کابل خصوصا یک مسئله بسیار جدی شده و همیشه خارجی ها را اگه یادت باشه پیسدارا خارجی ها کل گمیشه از قصه دیپلماتیک هست نه و این یک سایز که بازی کمربند زیر اگه سعی کنی یعنی از عقل خارج است که دیگه کسی را کسی ببرن مگه می برندان شازه یک گرفت نه چند تا را بردن چند تا را بله 0777 981 981 0799 22 22 29 456 16 15 شماره پیامگیر ماست زنگ بزنین از وزیر صاحب داخله سوال که دارید پرسان کنین که باز ما برش بگوییم که این سوالات مردم از پیشتان پرسان کنن بله سلام علیکم آرمان فم صبح بخیر بله. سلام صاحب صبح شما بخیر بله خوب هستین خوب هستین جان جز. تشکر شما چطور هستین صحتتون خوب است ماشاءالله خدا ماشاءالله کاشم طالب حسین نیستم از داشی برچی مهربانی کاشم طالبان نخانم و قط میخی به راه نمیرزیم چی میشه نفهمیدیم سه ببخشین نفهمیدیم گفتم کاش که میطالبو کلک مرا قط میکرد که من راه نمیدادیم خدا نکنه خدا نکنه والله تی اگر پخته زدی با خدا یک قفیصاد اعتبار که داشی برچی خیلی اگر پخته زدی والا در زندگی اگه یک گپ صحیح زده باشی شاید همی باشه بس ندارم دانشا صاحب والا گپت خوشم آمد صحیح که در لایت دیکنلی در کلمیتی سرق قیلی دی کدم در دیگه ولایت بین دمونجه ببین در شلرچی بیا تیرف سرق ببین دیگر ببین دی طوال اصلا خدا کیست ایرمان دانشا صاحب بس میای فامیدی در وجه شو میای سه صبح میرم باید نمی بینم بس بردارم که موبایل خود چارج کریم یه وکلای پارلمان بین با خدا پنشش موبایل ما هم سبت دفتر در چارج سمیاله گفتم موبایل ما میل ده اینجا در چارت ماندیم ما برق نداشتیم شب بخیر باشین امروز مسائل مصرف زیاد شده خب امروز وقتش نیست اگه نه پرسان میکنیم روز روز هفته نه بخیر کبود برق بخی زیاد شده مردم خیلی به تشویش است فوتبال چی تو شد ما چه مال هم بوده ندیدم ما مساوی کردیم خلاص شدیم دیگه باختیم یعنی باختیم دیگه مساوی نباختیم از سعود و دور بعدی باز ماندیم باز ماندیم سقوط کردیم از سقوط به سقوط رسیدیم جلترنگ میزدن دینه روز این رقم جلترنگ بازی بود کل از یام از خارج آمدگی بله سلام علیکم صبح خیر آرمان فم بفرمایید صاحب مهربانی چرخه گرفتم روز سلام صاحب صبح خیر خوب هستین بخیر باشی تشکر زنده باشین شما خوب هستین بخیر باشی ما از اتا عمر هستم از این سوالی از اما بتا ما سلیم ویدو کنده یه داری از این ما بلکی پولیسی معلوم این سوالی از اما تا هستم وقتی که به ما سار دنم متاسکل داده بود اما سوالی نگوان کلی تا هستم این یک جو به اینجاری ما مردم سوال نگوان بلکی به بیسی تا هستم بازی سال تا هستم ای سال تا هستم شاید رسی در اشکای اینالی ای میتر سکلارم بالو تار کرده بسی رقم میشه تو بسی ما بای رقم باشیم
موتی که به آسمان وزار کردی مطمئن مو دماغش متاسکلو تولی متاسکلو تولی زنجار سپار پاسته مطمئن یه مو دکی که باید کنون پیشتا میرسان این رو شکایت تانا گپ کم بزنیم تلفن زیاد میگیریم که مشکلات شما زیاد تری یاداش کنیم بله سلام علیکم صبح بخیر آرمان فیلم بفرمایید خوب هستید شما خوبه تشکر زنده باشین شما خوب هستین زنده باشین تشکر مسعود جان هستین مهربانی هستین ببخشین امروز گفتین وزیر صاحب داخله با تماس میشین بله صاحب بله بله گفتم یک مشکل داشتیم امی اون مشکل عام است امرایشون در جریان میگذاشتیم که دمی قماندانی کابل یک عسکر است دائم اونجا پیره میباشه به نام قدوس قدوس نام داره دیگه بسیار مسعود جان یک رقم دیوانه واریز نه سیاست را میبینه نه مرد را میبینه نه طفل را میبینه نه کلان را میبینه فقط این نمی داو چتی از دمیدانش فقط پف کرده میره و دوانده میره و نمسالات از دستش از بس خلاص حتی تو فکر کنین که این وحشی دیگه در جمله آدم حساب نمیشه دور از کرامت انسانی دور از کرامت انسانی در جریان میموندیم که بسیار بعد از نهایت امو نقطه ضعف پلیس ما را نشان میده دیگه او که برخورد بکنه برای مردم امو دل مردم هم از پلیس سرد میشه دیگه باور بکنین که هر روز از این در جنگ است اگه امرای زورمن خدا برد میکنه بسیار یک لط جانانه میخوره اگه امرای غریب از برخورد پلیس مردم شکایت داره تمام پلیس های تا نیست بسیاری پلیس ها شما رو در جاره ای کستاد میکنه این چای سلام میکنه تانه چای میخورین خودشان بیچارا خوی نمی از برخورد خوب شده است مگر تا نیست که کل پلیس باز برخورد خوب هم داشته باشه بسیارش برخورد عجیب غریب داره مثل عالی جناب باره بله سلام علیکم صبح بخیر آرمان افم بله سلام سلام صاحب صبح شما بخیر صحت شما بخیر خوب هستین انشاءالله تشکر زنده باشین شما خوب هستین یک اسلام به دانشان خیلی بسیما جان بخیر باشین مهربانی ببخشید زحمت دادم دیشب دونیم به شب به قصد سیرای خواجه‌گوره یک فورنر جگری مرمی خورده بود موتر توقف بود اون شامل بررسی بود این میشه که از حوزه 15 مملکتی حوزه 15 مملکتی پلیس اگه معلومات بخواییم که چی گفت بوده تشکر بسیار زیاد زنده باشه سیما جان زنگ دی سیما جان عمر عوضر زنگ میزنه پرسان میکنه که از چی قرار بود کدام اختطاف بود پرسان میکنیم سبی یاداشت است عمرین عوضر هم روز در گیر میتیم سبی که کلش گفتم آره کسی اجازه نمیده که امرای مطبوعات گپ بزنیم اجازه نداریم گپ بزنیم سیما جان عمر از آقای دانش پرسان کن 0777-981-0799-22-22-29-456-16-15 و میتونین که با ما با تماس شوین از وزیر صاحب داخلت چی سوال دارین بگوین که ما در برنامه ازشان پرسان کنیم که بله سلام علیکم آرمان افم صبح بخیر صبح بخیر محترم ما از ولایت غزنی به تماس شدیم امروزم خیلی بسیار ببخشید تو بتان بخیر مهربانیسه بفرمایید رادیو آرمان است بله 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 شنیدیم صدایتان از رادیو را صدایش را کم کنین صدای خود بلندتر همراه ما مشکلتان از جریان بانه مهربانی خب عرض من این سه که در یک شب سه پوستر در منطقه غزنی نیروهای امنیتی که در سه پوستر طالبا سه پوستر از بین بردن چه وقت؟ چند وقت پیش تقریبا یک هفته پیش آه او را خبر داریم آی خیلی ببینیم یک عسکری که او زخمی بود و آماده بود منطقه ما خودشان هم قصه میکرد به زبان خود که با مصر ما سنه شمیانی به استقبال میکنند آمین با مقامات باید که شما زنگ بزنیم آنی گرگوی که در اینجا سر ازرام نمون کنه آنیاره که ها زنده میگه میداره در بلیخانه بندی میکنه و بس این دیگر در پوشش با خواستش نیست باید ادامش هم کنن چرا در بندیخانه وارد نام میتر ادام میتر و این سفران سر ما نمی کنن و نیروهای امنیتی ما رو کنه از دان میبره سلاش ها به تاراج میبره اجوارا رو کنه گیره می کشه و یا که در دست شان آمد پس و سیست با واسطه میکنه دیگر واسطه میکنه و رو ایلام میتر موضوعیتان یاد داشت کردیم باشم از این موضوع دانشوار سب کلگی شکایت میکننی؟ کمی 456-16-15 زنگ بزنین پیام بانین از وزیر داخله اگر کدام سوال دارین پرسان کنین که جناب وزیر صاحب با سوال شما رو جواب بدن
السلام علیکم دانش اسب، سلام بر تو متشنجر و تمام شنونده های رادیو ارغون. قبول کنین یک سوال دارم و خدا کنه که پایم رو مکمل به وزیر داخله برسانین نشر کنین. یکی مابین حکومت و مردم که مسافه ایجاد شده، یکیش خود دروغگویی اینمی طلبای حکومت هستن. مثلا ما بر شما مثال میتونم که یک جایی که حمله شده باشه، ما از اطراف هستیم، بود اگر یک مخالف کشته شده باشه یا 20 تا میگه 15 تا میگه و در رادیوها، و هران که اونا تمام مردم اونا را میشنه وجود است، همه بینه یک دروغگویی از یا بسیار یک بیتیمادی در مبین آواده و که دیگه مثلا یک جای یک پوسته دو پوسته یک مرکز بسته زیر محصره باشه یا سقوط باشه، اینا نمیم پذیره. مثلا دو جا اینجا یا 60 سربازه از بین افته باشه یا 2 تا 3 تا را میگه، و از آن که بوده مردم خواه شاید یعنی نیستن تمامشان رو میبینن این دروغی از یا تا چی وقت دوام میکنه از این مردم های آمه بخیا فرید میتن، تمام قوه مسلح را از بین بردن یا 2 تا 3 تا را میگن، و مخالفین که اصلا یا بودانه که حساب بگیری از 50-100 تا رضیت یا میکشن، و تقریبا در 14 سال اگه حساب کنی از مردم عام که در مخالفین جد کشته شده از تمام نفوس افغانستان چرا از بین نمیره. خدافی. این سپایم تنم تو دست به دست امانت رساندیم و پرسان هم میکنیم میره؟ بله. که دلیل اصلیش چی است که تعداد تلفات کم میگن، تعداد تلفات مخالفین زیاد میگن؟ بله. سلام علیکم آرمان فهم، صبح بخیر. میشنم این صدای ما رو، بفرمایید سب. بله میشنم. سلام سب، سلام علیکم، خوب هستین انشالله؟ زنده باشین، سلامت باشین. من یک سوال تقدیم میکنم برای همه گی هموطنهای عزیزم. میخواستم از وزیر صاحب داخله یک سوال بکنیم که به ارتباط همی تلفونای شبکه های تلفونی که در ولایت کندوز غیر فعال هستی تا چه وقت دوام خواهد کرد؟ خب مشکلات مردم بسیار زیاد است، از طرف شب ما نمیتونیم اصلا با کسی به تماس باشیم. موضوعتان یادداشت کردیم، با شما هستیم با تلفونایتان. ای شبکه را دولت دیگهشان غیر فعال کنین یا مخالفین، یا یکی خودشان سر به خود غیر فعال میکنن؟ نه، از مخالفین اختار میتن. خب اگر خاموش نکدی با یک کتبرت ججق جور میکنن. بله. سلام علیکم آرمان فهم، صبح بخیر. بله سلام علیکم، صبح بخیر. تشکر، صبح شما بخیر. مهربانی میبخشنک سرات از بار پرستم که بر کنه ایسی کلگی سب ندارم. تلفون ما و دانشجار سبم چارچارجر جنگ است در گرفته گودی پرانبازی لینای تارچ. تو سیمه میبره؟ سیمه نمیبره، سیمه یکی در دیگه میزنه. خب لینای کشال است. بله، در کشالیش بند شد، خلاص دیگه رفت. بله. سلام علیکم آرمان فهم، صبح بخیر. بله سلام صاحب، صبح شما بخیر، خوب هستین انشالله؟ صبح شما بخیر، جور صحت خوب بخیر هستین؟ تشکر. در یک جان سنجر هستین؟ جان مهربانی صاحب، بفرمایین. محترم امی دمی تقاعد یک مشکل داشتیم. من ماه سنبله در 15 سنبله خودم امکارا را پایده پای کرد، میشنین؟ بله 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 میشنین. این امیره بله بگو این گپای تانه. این امیر پای در پای که محترم در موابه آخر که امکار تا گرفتیم باز پان آمدیم بای میتری که امیر اصلاد بردیم در مویق شعبه ایشم یک دختر از زن است، او را در مو چی تیر میکرد؟ در می کمپیوتر، در کمپیوتر تیر میکرد، گفت ما ایر در نوبت تیر میکریم. حال ما دو در مزار هم آمدیم، این دو ما دینی ما شده که هر دفعه که بانگ میریم این پیسه ما نامده. ایم شماره کارت ما مگه میگیری که غمیر قدزوه تماس اگه شایی خوش میشیم؟ باشه پسان برتان زنگ میزنیم، پسان سیما جان برتان زنگ میزنن، کل مشکل تانا میگیره بازم روی خزینه تقاوت تماس میشه. موضوع زول دینروز هم گفتیم، باز سخنگوی ریاست جمهوری گفتن که تا دو روز دیگه این مسئله رو حل میکنیم، روشن ببرشان زنگ میزنیم. 0771-981-0799-2222-229 لطفا دیگه مشکلاتتون رو بانین به روزای دیگه. امروز مشکلات امنیتیتون رو بگوین، خصوصا در رابطه با پلیس که ما امرای وزیر صاحب داخله با تماس میشیم و مشکلات شما رو برشان مستقیما میرسانیم. کمی مسئله که شما هر وقت میگین که مشکلات ما بر مقامات اصلی نمیرسه و که ما بتانیم و مشکلات پلیس هم که داشتن، مسئله آشهشان بود، مسئله معاششان است، مسئله هماهنگی و دیگه تیلشان که کم شده و این چیزها رو کل شدشان انشالله پرسان خواهد کردیم. کسایی که تلفن تان رخ نمی کنه با 456-16-15 زنگ بزنین. بله سلام علیکم آرمان فهم، صبح خیر.
بله سلام علیکم. خوب است ان شاء الله، صحتتون خوب است؟ درمان بخیر عافیت ان شاء الله. تشکر، زنده باشین. رادیو آرمان مهربانی. محترم، ما از ولایت غزنی شما را زحمت دادیم از پوست بکول کارخانه سنگ گچ. ما از بهار پول کمینگ این پوست مفصده جوار کارخانه گچ است. برادر سی دمه کارخانه است که چالان میشه گرد و دود و تمام خاکبات از این سر پوست ما نه در داره نه پنجره داره. به یه اواخیر اینمی بارندگی ها که شده باز بیخی ما دوچار تکلیف هستیم. حتما انشاءالله مشکلتان رو میرسنیم به مقامات مسئول جناب وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخله با ما در استودیو هستن. بسیار خوش آمدین آقای برمک. تشکر، سلامت باشید. گفته انگلیس ها سرپرایز ویزید. چرا؟ چرا سرپرایز ویزید باشه؟ ما در خدمتتان هستیم. زنده باشین، بسیار خوش آمدین. سلامت باشین شما. تشکر. یک وقفه کوتاه میگیریم، پس از وقفه میاییم باز تلفن هایی که مردم تا حال تلفن کردن و یک چند سوال داشتن اونا رو بر شما میگیم و خود شما میتونن مستقیم با شما صحبت کنن. درست. برای شنیدن تازه ترین و شادترین آهنگ های روز با 456 زنگ بزنید، سپس 131 را دایل کنید. استاسی کولای شی د مولوی محمد یاسین فهیم اسلامی خبرونه د خپل تلیفون لاله واوري 3655 سره اړیکه ونیسئ، بیا 2340 کې کاږي. صفویه شهر. سوباربان است. تشکر از همه شما که با ما همراه هستین. سرپرست وزارت داخله و احمد برمک با ما و استودیو هستن. بازم خوش آمدین. زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. جان بیا که سوال اول از آقای برمک عزیز شروع کنیم که دو هفته پیش بر مردم شهر کابل و ولایت یک وعده دادن که بعد از این اگر آمرین حوزه در کار خود غفلت میکنن برخورد قانونی صورت میگیره و مردم از دیگه پم پشتیبانی کردن. خواستیم همین موضوع را از شما پرسان کنیم که چی گونه برخورد خواهد کردین و چی کمبودی های را خواهد دیدین که با اونا برخورد خواهد کردین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا یک بار دیگه خدمت تمام شما دستیدو و همه هموطنان ما شما که صدای ما را میشنوند تقدیم میکنم. امیدوار هستم که روز خوش همه آغاز کرده باشند. بر ارتباط سوال شما، همونطور که شما در جریان هستین، مسائل جرائم سازمان یافته، مسائل مربوط به انتحاری، این یک سلسله جرائمی است که یا وضعیتی است که یک تعدادش در اختیار خود نیروی امنیتی است که باید اون را مهار کنن، مدیریت کنن، ولی یک تعداد بعضی وضعیت پیش میاد خصوصا به ارتباط انتحاری ها که او ریشه های بسیار پیچیده داره. دست های استخبارات دنیا از اینجا کار میکنه. به او خاطر کتگوری جرائمی که در داخل شهرها خصوصا در شهرهای افغانستان اتفاق میفته که مردم عام متاسفانه تجار سرمایه دار متاثر میسازه و خصوصا در این اواخر شما شاهد بودین که دو سه قضیه در کابل اتفاق افتید. من امیرین حوزه را همیشه خواستم امرای قماندانی زون برشون گفتم که اگر اختطاف میشه و اگر سرقت مسلحانه میشه یا بهتر مثال ترور میشه، این خو قضایه است که جرایمی است که در حوزه کاری و کنترل خود اوزای امنیتی هست. مثلا شما کنترل امر کنترل منطقوی داره، نامر جنایی داره، نامر کش داره، امر اوزه است. در مجموع می مسئول نیست که رهبری یک اوزه را تشکیل میده. اگر شما کارتان جدی نگیرین این جرایم زیر کنترل نبرین، بهتری است که به وجهی که مردم هر روز خون دل بخوره، اجزای خود را بده و شکایت کنه، شما خود به خود شرفت بودن و وظایفتان کنار برین. اگر نکنین باز ما طبعا تصمیم خودم میگیرم و ما برای تمام عاملین اوزه و خصوصا عاملین جنایی و کش، بله، تمام شبکه‌های جرمی که در شهر کابل فعلا اینا فعالیت دارن و در نقاط مختلف جای به جای هستن، افراد مسلح غیر مسئول دارن، اینا رو گفتم که شما احصایشان رو بگیرین، تثبیت کنین و زیر کنترل برینشان و در موردی که ساعت از اینا تثبیت بشه برین دستگیرشان کنین. بله. و این هدایت رئیس جمهور هم هسته و هدایت رهبری جناب وزیر صاحب. زیادترین اختطاف ها شما اگر دیده باشید مثلا در قلعه فتلا هست. همیشه ما که مردم زیاد به تماس هستیم، پیشتر هم چند تلفن آمد که
ساحه قلایفت الله، اینجا کدام هسته اختطاف وجود داره در این منطقه؟ آیا این کدام رای گریز خوب داره که میتونن از اینجا زودتر براید بیرون؟ و چون مردم یک کمی که زندگیشان و اصلاح خوبتر هستن، تجار هستن، در این مناطق معمولا زندگی میکنن. همینطور که شما گفتین که چندین حادثه است که در سایه قلعه‌فت الله و خصوصا سایه حوزه ده اتفاق میفته، فعلا قماندانی امنی ما و آمریت حوزه ده هر دو طرف سر از این قضیه کار داره که قرار باشه که شبکه جرمی در خود سایه حوزه ده باشه، به زودترین فرصت اینا شناسایی میشن و دستگیر میشن. اگر این شبکه جرمی از ساحات دیگه به این ساحه داخل میشن و این ساحه در اینجا احساس مسئولیت میکنن و عملیات برام اندازن، یک کار دیگه که داره مال فعلا استخبارات ما کار داره که ممکن در این قضایی که اتفاق میفته، من این رد که نمیتونم از مسئولین خود شبکه بخش جنایی ما و یا مسئولین خود پلیس دهی خدا نخواسته دست داشته باشه، که در دو حالت کار جریان داره. یعنی به زودترین فرصت انشاءالله کوش میکنیم که تا دو هفته آینده امی احسایه باید تکمیل شوه. بعد از او باز شهروندان شهر کابل که پایتخت است و اینجا یک شاخص بسیار عمده برای امنیت روانی و روحی خود مردم افغانستان است، میشه همه مردم میبینه که در پایتخت کشور چی میگذره. دیگه کوشش ما برای است که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک اصلاحات بنیادی در پلیس میه در شهر کابل. ما یک سیستم نو، یک روش نو برای اولین بار در تاریخ وزارت داخله آغاز کردیم و این آغاز یک روند تاریخی و یک روند بسیار یا بگم استراتژیک است برای آوردن افراد شایسته و افرادی که غیر وابسته باشند به گروه ها و به این یا شبکه هایی که احتمالاً کنها ارتباطات داشته باشند و به شکل از اشکال حمایت شوند. او روندی است که از داخل خود نظام پلیس مثلا پست آمر جنایی است، بعد از او به اعلان سپرده میشه در داخل وزارت داخله و تمام چیز شرایط پست و مقتضیات وظیفه در او گنجانیده میشه بسیار به صورت واضح. بعد از او از منصوبین وزارت داخله به مو شرایط دعوت میشه که یکی از مشکلات یکی از راههایی است که هم میتونه در پلیس افغانستان برای اولین بار رویه و انگیزه را ایجاد کنه برای نسل جوان و نسلی که امروز میتونه که رهبری بعضی اوزها اینا رو داشته باشن، که اینا به شکلش رقابتی و به صورت با استفاده از مو مسلک و بالاخره تخصص و تجربه که دارن برشان چانس داده شود که اینا هم بیان و مو استعداد خود به تبرز بیان. بسیار وقت در بر نه نه ما همی چند روز پیشتر به شما میگم ما یک قطر در زون سبز کابل که شما ادمان شنیدین راجع به بر زون سبز کابل ما ضرورت داشتیم که یک 6 نفر به درس قطب بسیار زیاد این سر صدا بود که خوش چگونه میشه چطور میشه و کی بیا و کی نبه، عاجل لای وظیفه شو جور کردیم بیلان سپرده میشه. چند تا وزیر سبب برتان زنگ زدن که فلانی را بگیرین فلانی را نگیرین او را حال سرش بس نمیکنیم وقت شما رو میگیریم از هموطنهای خودم، ولی پست اعلان کردیم در داخل وزارت داخله 59 نفر افسرهای جوان و بلند رتبه چیز حضور رساندن، امتحان به صورت شفاف در حضور داشت نیروی بین المللی گرفته شد، بعض مصاحبه صورت گرفت. فقط در ظرف یک هفته ما تانستیم که 6 نفر رهبری همین قطر بسیار به صورت شفافش و با درجه شایستگی هایی که باید افراد داشته باشه انتخاب شده. یک تلفن بگیریم که یک موضوع دیگه هم هست که بسیار مهم است جناب وزیر صاحب، که مردم در سراسر مملکت از اشخاص و افراد مسلح غیر مسئول شکایت دارن، از موترهایی که بی پلیت از شکایت دارن، از موترهایی که شیشه سیاست شکایت دارن و مردم همیشه میگن که کل فساد توسط از این موترها و از این مردم صورت میگیره. گفتنی تا نخواستیم دیگه ما میخوایم که برای موترهای خود اطمینان بتم که خب پلیس افغانستان یکی در دو حالت معامل فعلا وظیفه اجرا میکنیم. همونطور که شما در جریان هستین پلیس امروز در خط ماربه است، در خط دفاع از کشور است و روزانه ما تو گفتم میتونیم که ده ها قربانی میتیم، شهید میتیم، زخمی میتیم و یا کلش به خاطر دفاع از وطن هماهنگ و فقط هم قدم با نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی افغانستان نه در اطراف افغانستان در ولایات در ولسوالی ها تا صد قریه اینا
رو از وطن دفاع میکنن. در این زمان وظیفه وظایف اصلی پلیس چون تنفیذ قانون است و تحکیم حکومت قانون است در کشور و بالاخره جلوگیری از جرایم است، کشف جرایم است، از در این زمان این وظایف هم انجام میدیم. افراد غیر مسلح، مسلح غیر مسئول، اینا شما کل ما امروز یک حقیقت از کشور هستند، هم در پایتخت و هم در ماورای پایتخت و هم در شهرها و بالاخره در اطراف این افراد و این شبکه وجود داره. کار بسیار جدی توسط هر سه ارگان امنیتی افغانستان فعلا جریان داره. سر پایتخت کار ما به شدت جریان داره، برای پایتخت اولویت دادیم. انشاءالله در آینده نزدیک شما و همتنان ما شاهد خواهد بودن که وزارت داخله در یک مسای مشترک با وزارت امنیت ملی و حتی وزارت دفاع گارنیزون کابل ما انشاءالله عملیات تصفیوی را برای خود انداختیم و کوشش میکنیم که این بار این عملیات مقطعی نباشه. مسئله غیر مسئول جناب وزیر صاحب، مثلا ما از قندوز 10 سال است همیشه تلفن میگیریم و اصطلاح امو اصطلاح اربکی کرد که بعض مردم پلیس محلی را اربکی میگن، بعض مردم خود اربکی هایی که به اصطلاح از اونا که اصلا مربوط هیچ ارگان نمیشه، کدوم قماندان قدیمی است یا کلش به مردم ضرر میرسانند. پیشتر یک از زنگ زده بود که مثلا به زور بچه مردم میبرن، مثلا دکان مردم به زور میگیرن، تعمیر مردم به زور میگیرن، یا کلش چی پلان دارین برای سطح کلانتر به اصطلاح؟ نزد حکومت و وزارت داخله تمام نیرویی که داخل سیستم هستند و راجستر هستند و بایومتریک افراد مسلح گرفته شده، ما نمیگیم که پلیس محلی که فعلا جز قوتهای وزارت داخله است. در بعضی ولایات پلیس محلی بسیار خوب درخشیده و وظایف پلیس محلی بیشتر در محلات و در سطح ولسوالی ها تا سطح قریایی است که از مردم از مناطق خودشان در برابر نفوذ دشمن و تحرکات دشمن اینا، چون پلیس خو با تعداد شکلی که داره با اراضی بسیار پیچیده که کشور داره، شما اگر امروز 157,000 یا 50,000 نیروی موثری که شما داریم در افغانستان، اگر امیر 200,000 و 300,000 هم بسازین با این جغرافیا، تا که مردم همکاری نکنه با حکومت همکار نباشه واسه نباشه تشکر. امکان تامین امنیت نیست. ولی در کاتگوری دوم تمام افراد مسلح که اینا هویتشون نزد وزارت داخله ثبت نیست و اینا سلاح به دست دارن و با هیچ مرجع ثبت نیست، بنابراین اینا رو شما اربکی نه که حتی میتونیم اینا رو در یک کاتگوری واحد که افراد مسلح غیر مسئول است که اینا باید شناسایی شون و بالاخره از طریق وزارت داخله و امنیت ملی و گارنیزونا اینا باید خلاص باشه. یک تلفن میگیریم از شنونده ما، کسایی که جدیدان با ما پیوسته این وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخله با ما در استودیو هستن، سوال اگه دارین میتونین بپرسین. بله سلام علیکم، آرمان فهم است، صبح بخیر. سلام علیکم. سلام صاحب، خوب هستین؟ ان شاء الله بفرمایید. آرمان هستم. بله من راستن چیزشم علی وزیر صاحب داخله مهمان شما ما هست امروز. بله صاحب بفرمایید. چیزشم علی وزیر صاحب داخله را یک بگین خودتون میتونید مستقیم که شنگه بزنید صدایتون میشنون جناب وزیر صاحب. مهربانی من میشم صدا شما رو بدن. سلام علیکم دانشار صاحب، از جناب وزیر صاحب محترم یک سوال داشتم. من چیز هستم بشار کابل ایچه نیستم شبار قاچاقبر کل چیز بشار کابل وجود داره، از طرف شام که طرف خانه می ده ها کیسه یک دانه سوری می بسده لین دیگه سوری باز خودشان نگه که ما حوزه از خود ما دیگن بر ما جای تصف است که عمر حوزه بگه که یه از خود از نیسته بخدا ما میشرمیم که عمر عوضه چطور کرد یک آدم که سبور الهی را داره، بسیار جای تاسف است دیگه. از جناب وزیر صاحب خواهش میکنم کمی جلوگیری هم زیر بگیره. خیلی باشین، تشکر. وطندار عزیز ما در ارتباط به شهر کابل است، پیشتر ما تا وضعیت دادم انشاءالله وزارت داخله تمام آمادگی خود بر جمع‌آوری و خصوصا بیرون کردن زنیمی افراد از داخل شهر و نوی شهر کابل روی دست داره و شما انشاءالله داینده بسیار نزدیک شاید خود بودین که این رقم افراد و یا شبکه ها یا گروه های چی جمعی باشه چی به شکل انفرادی عمل کنن، انشاءالله که اینا گلمشون از شهر کابل چیده میشه، مردم به سطوح آمده دیگه، مردم امو تحملش و حوصلهش نیست که در داخل پایتخت از کشور حکومت حاکم باشه، نیروهای امنیتی وجود داشته باشه ولی هنوز هم شهروندان از کشور احساس مسئولیت نکنند در گشت و گذار خود. بله. و او عامر اوزه که بعد از ای یا مثلا عامر جنایی اگر بگه که ای ما امرای ما ارتباط داره یا ای
این رقم افراد اینا بعد از این امام روزه هم دیگه امام روزه بوده نمیتونه. بله. و ما از وطنهای خود خواهش میکنم که در این موارد اگر در آینده اتو مسائل میبینن امو انوزم سیستم یک 119 فال است، عاجله که در پایام خود بگذارن، نشانی را بگن، ساعت را بگن، ما امرای عامر روزی مربوط عامر جنایش امو لحظه برخورد بسیار جدی میشه. شاید شما در جریان نباشین، در بعضی اوضاعی که وضعیت بدتر شد یا عامر روزه استعفا کرده یا عامر جنایش برطرف شده. دمی شب روزی که ما بر شما امرای شما گپ میزنم و ما امو تعهدی که چند روز پیشتر بر تمام امانتانه خود کردیم که تا دو سه هفته آینده ما تدابیر و اقدامات عملی در روی دست میگیریم. انشاءالله با امو تعهد خود پابند هستیم و شما هم امرای وزارت داخله و امرای پلیس همکاری کنین. تا آینده بسیار نزدیک یک لاین مستقیم، یک نمبر مستقیم با تمام هموطنان ما شریک ساخته میشه که از طریق از او تمام شکایات و پیامهای مردم افغانستان انشاءالله به خود وزیر داخله خود رسید مستقیم. و در این زمان در هفته آینده انشاءالله که وزارت داخله یک روز مشخصه در یک هفته یک روز کاری را مکمل برای مردم افغانستان، برای عام مردم افغانستان اختصاص میده که در هر کسی که هر مسئله داشته باشه داخله ما شخصا ان شاء الله در خدمتتون خواهد بودم. پلیس شکایت داره جناب وزیر صاحب که ماش ما به وقت نمیرسه، خصوصا در جبهات که باشد. ازای ما طبق مینوتی که برای وزارت امور داخله داده شده و که برای ازوا برسه نمیرسه. در این مورد چی تصمیم گرفتی؟ متاسفانه که خب ما از روزی که مسئولیت وزارت داخله را به عهده گرفتیم مسئولیت های را گرفتیم که یک عالم از مشکلات، چالش ها و اناشیزم مدیریتی در وزارت داخله از 15 سال به این طرف متاسفانه در موارد بسیار زیادی وجود داشته. سیستم تدارکات وزارت داخله اصلا برام سیستم چیزی نبوده و همینطور به بخش مدیریت مالیش، بخش لوجستیکش، بخش حتی مسائل تفتیش و اینا اعتراض، یعنی چند 4-5 ساحه است در یک اداره که اگر در اینجا نظام بود، سیستم بود، اینی کمبودی ها و این کاستی ها اگر باشدم شاید تا بسیار حد اقلش باشد در این شرایط افغانستان. اما متاسفانه که مشکلات در وزارت داخله یک عالمی از مشکلات ما فعلا به میراث گرفتیم، یعنی مشکلات 15 سال از این کشور. خب این حال ما با وقتی که فعلا در اختیار دارم باید کارهای خود و وظایف خود باید اولویت بندی کنم. ولی همه خبر امانتانه خود میگم که از روزی که کار شروع کردیم انشاءالله تا زمانی که ما سمت وزارت داخله را خواهد داشتم ما بر امانتانه خود وعده میکنم که معجزه کرده نمیتونیم، ولی یک اصلاحات اساسی و بنیادی هم از نقطه نظر ساختاری و هم از نقطه نظر ظرفیتی در وزارت داخله انشاءالله به وجود خواهد آمد. و یک آغاز کوچک شما پیشتر به یک مثال بر شما گفتم که ما یک قطعه تقریبا 300 نفری را به شهر کابل برای امنیت پایتخت با اضافه قوتایی که در اوضاع ما داریم او را ایجاد کردیم و رهبری زیر ما از طریق یک روند رقابتی و بسیار آزاد و منصفانه کورا چیز انتخاب کردیم و این خودش آغاز یک مرحله بسیار امیدوار کننده برای آینده وزارت داخله. یعنی اگر قانون بالای همگی یکسان تطبیق شود جناب وزیر صاحب، با فکر میکنم خود از یک معجزه است. قانون که بالای ما با همیشه در درخواست ما هم قانون خود مردم عادی افغانستان خوب بدون از مطابق قانون است. امروز بحثی است که همه کسایی که در رأس هستند، در رأس امور کشور هستند و با اصطلاح عام مردم زور دارن و زورمند هستند، قدرت اقتصادی دارن یا قدرت سیاسی بیشتر دارن، اینا باید تابق قانون شن، ما باید تابق قانون شن، همه ما تابق قانون شیم که بالاخره جامعه قانون شکایت کلان ما میست که و پلیس و مهم است که پلیس خودش قانونمند شود. برخورد پلیس، اخلاق پلیس، سلوک پلیس در برابر مردم باید به صورت بنیادی باید تغییر بکنه. پلیس دیگه نیروی نظامی نیست. پلیس افغانستان نیروی امنی است و اینا به خاطر تامین امنیت کشور است، به خاطر تامین قانون است. و پلیس با مردم باشه، مردم با پلیس، پلیس با مردم باشه. باید باشه که سربازای پلیس روی خط است که بله. چی میگه؟ اعتماد مردم افغانستان رو باید به دوباره به نیروی پلیس جلب کنیم و به وجود بیاریم. خوب. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید انشاءالله، صحتتون خوب است، بفرمایید صاحب. سلامت باشین، بخیر باشین، تو شما و خیر. ما یکی از سربازوی پلیس هستم، ما یک سیول داشتم از وزیر سیم داخله که پخانه میمونی برنامه شماست. ما از وزیر سیم ما خواهیش دارم که امی پلیسی اولاد بلخشین چیز که از پلیسی که چه سال از کری خدا پرام میکنه با تشکی خلابات میکنه زودو که از برای این امتیازات دادن می شود، موشید بالا می شود و برای شد تقریبا 4 سال و 3 سال که وزیفه ایزا کرد
برای اجازات دادن میزنم در بختانه از وزارت داخله امین مجمعن امیر خواهی کنم که از وزیف امیر را بشنویم که چرا که یک سربازی وزارت داخله که تقریبا ما این هم سال میتواد که در سو سو وزیفه این رو میکنم و قراردادیشون که پرند میتواد بگر در قرارداد میکنیم ما شمان هم بلا نمیتواد بگر سوال اجازات برمان دارن نمیدن بخیر باشین. در قسمت امتیاز خصوصا معاشات پلیس افغانستان یک برنامه بسیار خوب داروی دست است. همکار بین المللی ما توافق کردن که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک میگم این سال آینده خدا خواسته باشد توافقات کلی صورت گرفته. معاش پلیس افغانستان در مجموع 5% بالا میره. این یک خبر بسیار خوش است. من این را نخواستم که تا فعلا اعلان کنم ولی حالا چون در مراحل آخریش و نایسازیش هستیم به خاطر میتونم همین حالا اعلان کنم که این معاش داخل پلیس افغانستان بعد از بسیار خلا بخاطر که وعده داده شده بود و نشده بود. بله حالا میشه بخیری در تحقق میافه و پیشتر شما در قسمت آشا و مواد خوراکی اینا یا کلش مشکلاتی هست که پس برمیگرده به خود نظام مدیریتی وزارت داخله، چون در داخل وزارت داخله به نظام مدیریتی که باید وجود میداشت که قراردادها درست مدیریت میشد، به وقت زمانش باید قراردادی مکلف به رساندن مواد باید می بود و وزارت داخله هم مکلف جا که از مکلفاتش باید به قراردادی به وقت زمانش باید پولش پرداخت کنه. اینی خلاها و این مشکلات امیال وزارت داخله از سالهای 1394 تا 1393 مقروض است، قرضدار است از قراردادی ها. خب بنال پاک کردن ازی و بالاخره تصفیه حساب ازی تا زمانی که ما پس دوباره بتونیم به یک نظام مدیریتی متعادل و درست و منظم برسیم یک کم شاید یک دو ماه سه ماه دیگر هم وقت بگیره شخص. ولی به این مفهوم نیست که ما کارهای ما استاده باشه، نه، کار پیش میره. قراردادی هایی که تعلل کردین و تعلل میکنن قصدی باشه آمدن باشه قطعات ناغا کردن امروشون برخورد قانونی صورت میگیره دیگه جای شک نیست و انشالله هم کارا جریان داره و هم اصلاحات و بهتری در وزارت داخله در حال شکل گرفته. دو دقیقه دیگر وقت داریم یک تلفن میگیریم با شما با یک دقیقه جواب بدین. بله سلام علیکم. سلام علیکم سلام. خوب هستین انشالله بفرمایین سه. الحمدلله. مدرم از وزیف سه مدرم هم وقت کم است یک سوال داشته مدرم و میخاطر این چیز مدرمه که خب قانون سر عمل یک در این تدبیر شده یکی و دومن امی سیستم استخبارات افغانستان امی برادران ناراضی ما که از در هر جای در محله ما شماق در بخور ما در ولایت غزنی بیم مدرم این امیال در ولایت غزنی اگر دو دیفان در بین خود کدام نزاع داشته باشه یا کدام نفر سر زمین سر چیزا یعنی برادران ناراضی دمی پیچه ما رو بسیار زود پیدا میدنن که در کجا محل در کجا جا برم یعنی مشروعی چی خوده در بین اینا ما چی کنیم یک پیشنهاد کنیم تو برادر همینجا یعنی چی ما رو باسیان ها یک چیز جور کنیم دوایی که ما داره خیش طالبا میرن ولی یعنی چرا دولت جای این زورا پیدا نمیتونه چرا این وزارت داخله است اگر وزارت امنیت است اگر چیزی که جای این زورا برای مردم عام اتو معلوم است که مثل خانه و مسجد داره ولی برای نیروی دولتی چطور جای این معلوم نیست که آنها کرده زنده باشین سر زنده باشین تشکر. خب ما اول خود تامین عدالت یا روند تامین عدالت یک پروسه است، یک روند است، همونطور که از پلیس شروع تا به لوی سارمولی افغانستان بالاخره تا قضا افغانستان سه ارکان و نهاد اساسی است که باید یک شود تامین عدالت شود به دقیق کسایی که مزین باقیشن میشن باید برشان رسیدگی شود. ولی آمدیم سر موقعیت مخالفین. خب من همونطور که پیشتر گفتم خب پلیس خودت نیست که در هر قریه و بالاخره یک ولسوالی است به طور مثال 100 قریه است یک ولسوالی نه یا مثلا 200 قریه است 300 قریه است. پلیس نظر به تشکیلاتی که داره به یک ولسوالی ما 25 یا 30 نفر و 40 نفر بله. مثلا تشکیل داریم این 45 نفر یا 46 نفر اگه یک نفری هم شما تقسیمات کنیم به قریه خود نمیشه نمیرسه. ولی با استفاده از امو قوتای کشفی که وزارت داخله داره و استخبارات داره طبعا آدرس مخالفین معلوم است که در کدام ساحات اینا ولی اکثرا مخالفین ثابت هم نیستن در حالت سیار در مناطق مختلف زندگی میکنن و مردم چون میفهمن که اینا در این مناطق هستن کاری مردم بسیار ضرور است با پلیس مردم به اونا مراجعه میکنن چرا به حکومت بله حکومت میفهمه ولی اکثرا در اکثر موارد ما اگر عملیاتی را برنامه‌ریزی میکنیم که باید مخالفین از اون ساحات دور شوه در اکثر موارد شما در جریان هستین که مخالفین متاسفانه بسیار به شکل چی میگه بدون رعایت اصول
اخلاق بره. جنگ و نظامی، مسائل نظامی، اونا میرن در خانه ملکی پناه میبرن و مردم از سپر میسن. باز بالاخره ما خود نمیتونیم، اونا خود در قصه از این نیستن، در فکر نیست که مردم ملکی از بین میره، ولی ما باعث دولت ما مجبور هستیم که مواظب مردم ملکی خود باشیم، مواظب زندگیشان باشیم و مطمئن باشیم که هر عملیات میشه ما کدام تلفات یا مثلا تلفات ملکی باید نداشته باشیم، یا اگر کدام خساری هم بر مردم خدای نخواسته جون عملیات میرسه باید حداقل و یا پایین‌ترین تا خساری مادی باشه، چه رسه به اینکه ما تلفات جانی داشته. خیلی جا تشکر جناب وزیر صاحب، بسیار خوش آمدید، خیلی مهربانی کردین، وای احمد برمک سرپرست با مردم مستقیما صحبت کردین و خواسته هایی که داشتن از شما انشالله که دارن با داینده انشالله در خدمت شما هستیم، سوال های اگر میباشه تلفن خود در خدمت شما میگذاریم، شما میتونید که حتی از طریق تلفن هر وقتی باشه، خصوصا دی که در شهر باشیم یا در ولایت هم باشیم، میتونید که به سوال شما پاسخ بدیم. یک موضوع دیگر هم که وقت پوره شده، آمری نوزه همیشه که ما گپ نمیزنن میگی از طرف مقام وزارت برای ما دستور داده شده که گپ نزنین، ما گفته بودیم دگیر میتیم آمری نوزه و مقامات هم یکی گپ نمیزنن. ما بسط شهر کابل قماندانی زون است، در نظام عسکری خوب است یک سلسله مراتب هست، اما اگر شما هر وقت کدام مشکل به ارتباط اوضاع می داشته باشین، قماندانی خود زونی 101 سخنگوی دارن، وزارت داخله سخنگویش هست، همیشه در اختیار مطبوعات می باشه. زونی 101 سب از ما هم کده گمه است. خب اگر در موردی می باشه که یعنی چیز ضرورت می باشه که شما به ما برسین، می تونین به خود وزیر داخله هم برسین. تشکر بسیار زیاد جناب وزیر صاحب، بخیر باشید، تشکر از شما شنوندام که با ما امروز بودین، روز بخیر، با امان خدا.